یکی از نوپردازی هایی که طی این 40 سال، حالا 50 سال تلاش سیاوش اوستا امسال است، پیش از این عرض کردم در 64 سالگی، چون از 14 سالگی من تلاش رو شروع کردم نوشتن رو، الان 50 سالی که در خدمت شما مردم نازنین هستم. با مهر خداوند بزرگ اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی، ما همواره تلاش کردیم تا نو پرداز باشیم برای شما، حرف نو، سخن نو، اندیشه نو، برای رهایی، برای آگاهی، برای فرهمندی و برای بهشت سازی این جهان را آوردیم. یکی از مواردی که از 40 سال پیش در رادیو آوای ایران مطرح می کردیم و مرتب پشتش می ذاشتیم این بود که هنگام مرگ به سنت کهن آریایی، چون روان آزاد میشه بایستی شادمانی کنیم، نه که شادمانی مثل این که با عروسی میکنیم، اما روان چون میهمان ماست هنوز، خرسند میشه که روان پاکدار و جاودان که با موسیقی، با شراب، شراب اندکی حیات بخش است. بو علی سینا، پور سینا گفته است و پیش از اون 7000 سال پیش ایرانی شراب میساخته، دارویی بوده. این شربت های کوچیکی هم که میخورید، شربت وقت دادم مرزوش برای گلوش، برای این همون شرابه، ولی کنسانتراسیونش خیلی فرق میکنه با اون. اندک بخور، کم بخور، تندرست میمانی. حالا یکی از کارهایی که ما مطرح کردیم همین بود که موزیک و ترانه خوانی در سوکیاران، به جای این روزه خانی و مرثیه خانی و عزاداری تازی. خوشبختانه این کار گرفت، این کار گرفت به گونه ای که شما ببینید خود این نظام پلید سادات تازی حاکم بر ایران که زجر و شکنجه و عذاب و قتل و خون و کشتار و گریه و سیاهی رو برای ما آوردن، اینا خودشون از همون روزای نخست جنگ هم گفتن که شربت شهادت خورده، هجله میبستن براشون، الان هم هجله میبندن. درست شد؟ از اون طرف 30 خرداد روز شهدا بود، یعنی اون رژیم، حالا از اپوزیسیونش میخوام بهتون بگم، اپوزیسیون هم 30 خرداد ماه رو به عنوان روز شهدای خودشون مراسم برگزار میکردند. اما همچنان که موارد بسیاری، چون همردیفی زن با مرد، چون خردگرا و لایک بودن و جدایی دین از سیاست و موارد دیگه بسیاری رو، همبستگی برای آزادی که ما مطرح کردیم، شورای ملی مقاومت هم اینها رو گرفت رو در هنگامی که خود آقای مسعود رجوی زنده بود و اینها رو اون موقع که شما همتون هم هوادار بودید، هر روز اتفاقات بعدی نیفتاده بود چه کرد. از جمله همین رو باز اینها هم گرفتن 30 خردادی که اینا هر سال مراسم برگزار میکنن، حالا که 2 سال تو فرانسه نشده ولی در جایگاه دیگه پایگاه خودشون مراسم برگزار میکنن. اونها هم این روز رو روز جشن و شادی که دیدید دیگه در ماه جون هر سال که برگزار میکنن، موسیقی و کنسرت و سخنرانی اینا، یعنی موافق و مخالف ایرانی ها این رو پذیرفتن. من خودم نیز وقتی که مادرم از جهان رفت، چند سال قبلش تبلیغش رو میکردیم، زنده کرده بودیم فرهنگ کهن رو، آیین کهن رو. وقتی مادرم از جهان رفت 35 سال پیش، من بر روی کشتی رود سن یاران رو حدود 30-40 نفر رو فرا خواندم، دعوت کردم، همه شخصیت ها، مثل دکتر کوروش آریامنش، دکتر مصباح زاده، دکتر میرشایی علاز، یک عده از دوستان فرا خواندم، دعوت کردم اونجا بر روی کشتی روی رود سن و گروه عشاق آذربایجان. گروه عشاق آذربایجان، اون موقع آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی، یعنی همین الان آذربایجان که تو ایران نیست، اون آذربایجان، از اینها هم دعوت کردم، آمدن و آتورپاتی ها، آذربایجان آتورپات، موزیک
شراب، کشتی، همونی که مادرم میخواست که روانش رو با خرمی و شادی بدرود گفتیم و این مد شد. این مد شد و همون موقع آقای هادی خرسندی، طنزپرداز برجسته میهن ما، یه نمایشنامه به طنز نوشت که به اصطلاح، خب طنز همیشه برای تمسخره ولی من خودم همواره دوست داشتم. وقتی که دوست داریم طنز دیگران رو بگیم، طنز ما هم که کسی بگه خرسندیم، پاداش هم میدیم. من وقتی رفتم لندن و از هادی گفت، فکر کرده بود از این ناراحتم، گفتم نه خرسندم و یک جایزم بهش دادم با خاطر این نمایشنامه که نوشته بود، در اسخر آقا چاپ شده بود. و بعد همین نمایشنامه رو در پاریس که نخستین شوش برگزار میشد، دومین البته که دوتا رو من براش گذاشته بودم، و در این پاریس که این شب شعر هادی خرسندی بود، اینو وان من شو بود اجرا میکرد، به درخواست و دعوت من و مهمان من هم بود، اورموزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید، youtube.com/mehrtv.